بله خانم اجازه هست بفرمایید خسته نباشید مرسی بله ببخشید تو رو خدا شرمنده من هر روز مزاحم شما میشم خانم سعیدی خواستم بپرسم این وام ما جور نشد عزیزم من که به شما گفتم فعلا مشخص نیست خانم سعیدی من که همه مدارکی هم که گفتین کامل کردم آخه به خدا گرفتارم وگرنه دوست ندارم اینقدر هر روز مزاحم شما بشم خانم سعیدی به قرآن بر ارواح خاک آقام گرفتارم میگی من چیکار کنم همه اسمای تو لیست شما گرفتارن دیگه حق با شماست ولی خب من خیلی به این پول نیاز دارم خانم سعیدی یه کوچولو اسم ما رو جلوتر بندازین راه دوری نمیره به خدا ثواب میکنید من دارم میگم اصلا مشخص است اسم تو لیست باشه یا نه بعد توقع داری اسم تو بذارم جلوتر سلام خوب سلام مرسی حالا دو سه روز دیگه یه خبر بگیر منم برات پیگیری میکنم ببینم اینا اقدامی کردن یا نه دست شما در نکنه اجازه بی زحمت نیست کارم به من بخوره چشم با اجازه خانم به سلام چطوری نگاه؟ این برای وامش اومده بود؟ آره بابا گناه داره 6-7 ماه داره میره میاد آخرش هم هیچی به هیچی چی بگم آخه کاری از دست ما که ساخته نیست اون بالایه باید کاری انجام بدن که نمیدن گناه داره دلم براش میسوزه چی دلم براش میسوزه؟ میگم که حالا وامو برای چی میخواد؟ برای رد خونه؟ ببین درست نمیدونم ولی فکر کنم شوهرش یه گرفتاری داره مثلا چه بیمارستانه؟ نه بابا میگن سر یه بدهی خیلی بزرگ زندانه اینم خودشو به آب و آتیش میزنه که اونو بیاره بیرون حالا انگار اون بوده چه گلی به سرش زده من که اصلا اینا رو نمیفهمم بنده خدا ببین میگم که این بچه مچم داره؟ ببین تو پروندهش که چیزی نیست نه فکر نمی کنم چطور؟ چطوری دلم برای سوخت راست نگار یه پیج پیدا کردم چه عطرایی با چه قیمتایی برات میفرستم حتما سفارش بدم خوش باحالت انقدر دلت خوشه به خدا وا حتما دل خوشی میخواد کاش نوشتن اینا فایده ای هم داشت پس رسما بگیم ما علکی امیدوار شده ببین نگار جان شما یک سال زیر نظر منی من هر جور درمانی که از دستم برمی اومد برات انجام دادم ولی خب واقعیت اینه باید بپذیریم شما بچه دار نمیشی رحم تو توانایی نگهداری جنینم نداره من همونطور که قبلا هم بهتون گفته بودم بله جایگزین بله جایگزین چه ایرادی داره؟ اصلا میدونی چندین زوج دارن از این روش بچه دار میشن؟ تنها تفاوت مادر حامل اینه که بچه شما تو شکم یه نفر دیگه بزرگ میشه ولی خب بچه خودتونه حداقل به حرفام فکر کنی این تصمیمیه که در آخر باید خودتون بگیری حامد من کلی راجع به این ماجرا تحقیق کردم ما میتونیم بس نگار خواهش میکنم به خیال شو ای بابا من نفهم دیوونه ایم دیگه آقا جون ما که این همه صبر کردیم صبر نکردیم یه چند صبر دیگه هم روش بعدش هم اصلا چرا نریم اون برای آب برای دوا درمون حامد تو چرا داری خودتو گول میزنی چه گولی میزنم آدمت با خودش رو راست باشه دیگه یعنی چی رو راست باشه راستی یعنی این که من اجازه بدم بچه‌م تو شکم یه زن دیگه رشد کنه؟
من نمیدونم کجای این ماجرا برای تو عجیبه. عجیب نیست واقعا. ببین نه، من کلی راجع به این ماجرا تحقیق کردم، کلی سرچ کردم، این همه دکتر رفتم. حامد داره دیر میشه به خدا. بعدش هم یه چیزی بهت بگم، به خدا اگر تو راضی نباشی به من رضایت بدی، ولی 1%، حتی 1% قبول نکنی، ته دلت راضی نباشی، من این کار رو انجام نمیدم. حامد سلام آقا شهرام. علیکی سلام. اومدم با هاتون حرف بزنم. بعد سلام شلوغه ها چی؟ آقا شهرام خواهش میکنم یه چند لحظه به حرفای من گوش بدید. چی گوش کنم خانم؟ این دستگل آقا مسعود شماست، هر چی که بهت گوش میکردم و کردم. آقا شهرام خودتون که میدونید همش یه اتفاق بود، خودتون یه توکه پا تا دم زندون برید حال و روز مسعود رو ببینید، به خدا موهاش داره اون تو یکی یکی سفید میشه. یه نگاه بنداز، چرا فکر میکنی حال روز من خوشه؟ مقادی دست گولم رو سپردم با آقا مسعود شما، با کلی سیگار تنباکوی درجه 1. آقا معلوم نیست حواسش به چی بوده، قاضی پیچیک و واگذاشت و هرچی تو مغازه بوده ترکیده دود شده رفته رو هوا. مگه مالم از سر را بردم که هرکی از را برسه یه ضرری بزنه و بره؟ حق با شماست، ولی مسعود اون تو بمونه واسه شما مغازه نمیشه. اتفاقا باز تو حبس بمونه تا حالیش بشه، ضرر زدن به آدمو توهون داره. آقا شهرام شما یه فرصت به من بدین، به خدا همه خسارتتون رو پس میدم، من دارم میرم سر کار، کار میکنم خورد خورد پستون میدم، تو رو خدا یه فرصت به من بدین. کل خسارتمو یه جا بدی مخلصتم هستم، اما اگه بخوای هر روز پاشی بیا اینجا بگی چه میدونم خورد خورد میدم و قصه میدم و این داستانا، آبمون توی جوب نمیره. اصلا گیرم که منم رضایت دادم. با اون مشت پای چشم مامور پلیس چیکار میخوای بکنی؟ اونو چجوری میخوای رضایتشو بگیری؟ اون که دیگه جرمش عمومیه. نه شما رضایت بدین، اون جرمش یعنی حبس 6 ماهه، ولی خب چون شاکی خصوصی داره اول شما باید رضایت بدین. بذار یه خط از آخرش وسط بگم، من کل خسارتمو یه جا میخوام، نقدم میخوام و سلام ختم کلام. خوش اومدی. دست شما درد نکنه. خدا حافظ. سلام. این روژه که گرفتم خیلی خوبه. بگیرم برات؟ نه نمیخواد تو برای من بگیری. چرا؟ چی میشه تو هم یه ذره از این رنگا بزنی؟ خوب شدم؟ چیه؟ حالا کجا داری میری آرابی رو میکنی؟ ببین امروز دیگه هر طور شد مرخص ساعتی گرفتم، برم یکم به دندونام برسم. میخوام اگه شد لامینت هم کنم. بیا اینجا. چی شده؟ دهنتو باز کن قشنگ بخن. آره خیلی خوب میشه، فقط نری از این سفیدا بکنی که مثل موزاییک میمونه ها. طبیعی نگاه یه حرفی میزنی، پس برشی لامینت میکنم. میخوام معلوم شه دیگه، طبیعیش قشنگه دخترم. الکی پول بدم که طبیعی باشه. آره خب اون بنده خدایی هم که الان پایین منتظرته کلی وایساده، زودتر برو که بیشتر از این معطلش نکنی. میدونی کلن به من مشکوکی؟ کدوم بنده خدا؟ من تاکسی گرفتم. مواظب خودت باشم. ای خانم شما این؟ بیا بالا.
نه دست شما درد نکنه، ایسکه اتوبوس نزدیکه. بیا تا جایی میرسونمت. بیا. شوهرت چی؟ کارش چیه؟ هی خانوم، شوهرت چی؟ سریع ندونم کاری افتاد زندون. آخه نگران نباش، خدا بزرگه، ایشالله درست میشه. ممنون خانوم، خدا از دهنتون بشنوه. ولی خانوم میخواستم یه چیزی بهت بگم، نمیدونم چجوری بگم. بگید خانوم، من گوشم با شماست. شاید یکم تعجب کنی. ببین ما 12 سال ازدواج کردیم، تو این سالها خیلی تلاش کردیم که بچه دارشیم، هر کاری تو بگی کردیم، هر رای فکر کنی رفتیم، ولی نشد که نشد. ازت میخوام کمکم کن. من خانم؟ آخه من چه کمکی میتونم به شما بکنم؟ یکی باید به خودم کمک کنه. تو بخواه، من بهت میگم. سلام عمو، اینجا چی کار میکنی؟ سلام. چه نقاشی هایی هم کشیده؟ مامانت اینا نیستن؟ مامانم گفت تو راه رو بشین تا بیام. نهار که نخوردی؟ بودو بیا بسیارتم جمع کن. بیا بودو از این من دست دار نکنه. نگاه کن خیلی خوشمند شده. خاله به مامانم زنگ زدی بگی من اینجا؟ آره قربونت برم، غذا تو بخور. من اگه سی شدم میشه برام کارتون ببینم؟ آره همون دیگه، چرا نمیشه؟ بذار برق روشن کنم. نه شما بشین، خودم بلدم بیارم. هیچ هم شیطون برو. ناولم نگفتی دیروز سویچو گرفتم پشت رفتم؟ خب از این میخواستی بگی، تو گفته بودی. رفتم با اون کسی که فکر میکردم برای کار مناسبه صحبت کردم، خدا رو شکر امروز زنگ زد جواب مثبت داد. بر کدوم کارمون؟ حامد، ما برای چی دنبال گزینه میگردیم؟ با کی حرف زدی؟ چرا به من نگفتی؟ تو مگه میتونستی بدی باهاش حرف زدی؟ رود میشد؟ با ملیحه، ملیحه خانم جعفری، همین خدماتی اداره، خیلی هم زن خوبیه. توی این مدتی که اونجا بوده من اصلا ازش بدی ندیدم، فقط مونده رضایت شوهرش که ایشالله اونم یه جوری میگیریم دیگه بالاخره. چمه؟ من چمه؟ بنا شدی رفتی با آبدارچی اداره زد و بند کردی بعد بهم میگی چته؟ تو این زن رو کجا میشناسی؟ خل شدی؟ زد و بند کردم، میفهمی چی داری میگی؟ نه نمیفهمم، مثلا کلن نمیفهمم تازگی ها، رفتار تو، حرفاتو. مگه قرار نبود ما هر کاری میخوایم بکنیم با هم بکنیم نگار؟ مگه قرار نبود هر تصمیمی میگیریم با هم بگیریم؟ من اگه رضایت دادم به مادر حامل، باید اون زن رو ببینم، بشناسم، با شرف بزنم. صدا تو بیار تا این بچه اینجا نشسته. تو چه شناختی نسبت به این زنه؟ کیته؟ دختر خالته؟ دوستته؟ همسایته؟ این حتی همکارمونم نیست. تو چه شناختی داری نسبت به این آدم؟ وای حامد، تو چرا انقدر انرژی منفی هستی؟ آره من خیلی انرژی منفی هستم. من موندم تو چجوری انقدر راحت به آدم ها اعتماد میکنی؟ ببین حتی اگر اون بنده خدا آدم خوبی هم که نباشه، قرار نیست با تو آخر اون باش زندگی کنی، فقط میخواد 9 ماه بچه ما رو نگه داره، همین. از کجا معلوم فردا دبه نکنه؟ اگه مدعی بچه چیشی؟ مدعی کدومه؟ این حرفا چیه؟ الکی که نیست، قرارداد می‌نویسیم، اونا امضا می‌کنن، ما امضا می‌کنیم. مثلا خیلی سرت باسوادی.
الان میاد. دیر نشده الان میاد. بابا بقالی که نرفته چیزی بخره، رفته زندان شوهرشو ببینه. الان میاد. اومدش. خیالت راحت شد؟ اومد. میشناسی من یه دورت جونت میخوای کار خلاف شرع انجام بدی، میخوای دو تا زوج جوون رو به بچهشون برسونی که کلی هم ثواب داره. تازه اون کل خره اگه بدونه که ما این راه نریم، حالا حالا و از اون تو آب خنک بخوره. بعدش هم با اون سفته هایی که امضا کرده هی داره به بدهیاش اضافه میشه. منم که اوضاع احوالمو داره میبینی، اگه پولی چیزی تو دست بالم بود نمیذاشتم آب تو دلتون تکون بخوره. همون ساعت اول میآوردمش بیرون، میرفتم بدهی اون شهرام هم میدادم. ولی خودت داری میبینی منم و این ماشین وارزه، صبح تا شب دارم باش سگ دو میزنم دوزار دشتی بده کنم که امورات هم بگذره. حالا غمت نباشه، چم و خم و محسود دست خودمه، خودم راست ریستش میکنم. قصه نخور. از آزمایش ها پیداست که رحم جایگزین آمادگی باردار شدن رو داره. بهتون تبریک میگم. خدا رو شکر. فقط خانم دکتر ما الان باید چی کار کنیم؟ نیازه که هر دوتون دارو درمانی یا بهتره بگم هورمون تراپی رو انجام بدین. چیزی هم که برای شما اهمیت ویژه داره کنترل چرخه تخمک گذاریتونه. ضمناً تزریق روزانه هورمون رو باید هر چه سریعتر شروع کنی. برای شما هم ملیحه جان من داروی خوراکی پروژسترون رو تجویز میکنم که باید به مدت 2 ماه بعد از انتقال گامت مصرف کنی. 2 ماه فقط؟ استرس نداشته باشی یا؟ معلوم بخوام دکتر صحبت کردم، کلی ازش سوال کردم، خودم نگران بودم ولی گفتن که هیچ مشکلی نیست. اگه میترسی خودت برو ازشون بپرس. نه فقط یه ذره خوب باش دیگه بابا، عمل ساده ای ما سخت میگیریم، این همه در روز میان عمل میکنه. یکم نگرانم خانم دکتر، گفتن که نیم ساعت دیگه بیشتر نیستن. عموتون کی میاد؟ دیگه الان باید پیدا شه. شما نگران نباشین، میاد الان. باشه. میخوای فقط یه زنگشون بزنی؟ نه، میاد. باشه. من میرم اونجا، کار داشته صدا کن. باشه.
اما نصرت چی شد پس؟ آبا مگه امضا میکرد؟ میگو واسه چی میخواد؟ با هزار التماس تونستم امضا رو ازش بگیرم. بابا آبروم رفت پیش اینا، دو ساعت منتظرم. کجا نشستن؟ اونجا هم چیزی نگفت ببینم. نه دیگه چیزی نگفت. مگه امضا میکرد؟ بریم اما منتظرم تو رو خدا. چرا چشات انقدر پف کرده؟ دیشب نخوابیدی؟ نمیدونم چرا انقدر استرس و دلشوره داشتم خانم. انقدر تو رو خدا به من نگو خانم، یاد زمان ناصرالدین شاه میافتم. بگو نگار. این چرا گره خورده؟ چرا با نمیشه؟ میخوایی خودم ببندم؟ نه سب برا درستش میکنه. میگم مادر آقا حامد حتما این چند ماه باید بمونه پیش من. ببین بایدی که نداره، ولی من و حامد فکر کردیم که اگر پیشت باشه من خیالم راحت تره. آقا نصرت من این چکرم آماده کردم. قابل دار نیست. دست شما درد نکنم. خواهش میکنم. فقط من یه عرض کوچیکی داشتم خدمتتون. بفرمایید. ببینید به هر حال فکر کنم شما توی این مدت متوجه شرایط مالی ما شده باشید. ما خیلی هم وضعیت مالیمون، یعنی هر واقع برای هر 1000 تومان پولمون باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. داریم 20% هم از این پولی که باید بدیم بیشتر میدیم، یه جام میدیم، هیچ منتی هم سر شما نیست. دست شما درد نکنه، شما لطف میکنید. من فقط یه عرض کوچیکی داشتم خدمتتون. بفرمایید. البته جسارت نباشه، میدونم شما حواستون هست. خواهش میکنم. حالا ایشالله به مشکل آقا مسعود هم حل بشه اینا. من فقط آقا نصرت میخوام از شما خواهش کنم که یه کاری بکنید که هیچ گونه تنشی به این بچه وارد نشه. در نهایت آرامش بدون استرس این مادر حامل باشه. خیالتون راحت باشین، بچه مثل نوه خود من میمونه. از این بابت خیالتون راحت راحت باشین. دست گلتون درد نکن. امر فرمایش. خدا خدا رو شکر همه چیز رو به راهه. طبعا اون چیزی که برنامه ریزی کرده بودم داره پیش میره. خانم دکتر ایشالله همه چیز رو به راهه؟ بله عزیزم، همه چی خوب و تحت کنترله. خانم دکتر ببخشید چون این عروس من شکمه اولشه، یکم استرسیه. استرس که تا حدی طبیعیه، ولی خب زیاد نباید به خودتون سخت بگیرین. ضمناً الان که ملیحه جان تو ماه چهارمه باید بیشتر حواشو داشته باشین. بازم تاکید میکنم زیاد به خودتون سخت نگیرین، وسواسم به خرج ندین. خصوصا الان که نوزادمون دختره و حساس‌تر. چی گفتی خانم دکتر؟ گفتم نوزادمون دختره. خدایا شکر دختره. خدایا خدایا داریم دختردار میشیم. حامد اگر بفهمه چقدر خوشحال میشه. اوه چه دختری بشه. دختر خیلی با نمکی. من خیلی دختر دوست دارم. اوه عزیزم زندون باید ساخته. مالی چطور هم؟ مالی هم خوبه، خدا رو شکر. اما من دست و بالم باز شد خود پست میدم. Come on.
برو تو ماشین. بهت میگم برو تو ماشین. برو تو ماشین. تو ماشین. برو تو ماشین. مسعود بذار بعد غذا بکش دیگه، از اشتها میافتی عزیزم. اشتها نداره. آره لوبیا پلو باشه و تو اشتها نداشته باشی، من به خاطر تو درست کردم. بیا جلو دیگه، اذیت نکن. چه نگفتی به؟ چی رو نگفتم؟ خودتو به خریت نزن مری. چه نگفتی به؟ به خدا عموت اینطور خواست، خواست خودش بهت بگه. خواست چی رو بگه؟ عمو چی رو میخواست بگه؟ چهار تا کاغذ پارو آورد گذاشت رو دست من، من بی ناموس اصلا نفهمیدم چی امضا کردم. برگشت گفت ملیحه قرار عمل بشه. من چه میدونستم؟ چی کار کردی ملی؟ چی کار کردی؟ مسعود به ارواح خاک آقا، من فقط میخواستم کمک حالت باشم بیارمت بیرون، همین. صد سال میموندم اون تو بهتر از این بی‌آبرویی بود. بهتر از این بی‌آبرویی بود ملی. من چه گویی بخورم من؟ من چی کار کنم؟ این موتور رو برتون. مسعود این موتور رو واسه خریدم، باش کار کنی خرج زندگی تو در بیاری. اون زن شوهری گرفته؟ کدوم کله خری اینو به تو گفته؟ من این موتور از جیب خودم خریدم، با پول خودم خریدم. تو باش کار کنی، علاف نباشی، دوزار دهشی پیدا کنی، اون راتت بگذره، قسطش هم خودت بدی. کجا بردی؟ به تو چه مربوطه؟ مسعود همه چی رو بهت فهموندم، بهت گفتم غربتی بازی در نمیاری، بهت گفتم گردن کلفتی نمی کنی، رگ گردنی نمیشی. گفتم یا نگفتم؟ آره گفتی، ولی قبلترش تو زندون بهم دروغ گفتی. دستت در نکنم. نشی جونم. کجا؟ میخوام برم مغازه خرید دارم. نمیخواد بری، هرچی میخواید میگیرم خودم. خودم میرم، دکتر برام پیاده روی تجویز کرده. من ریدم تو تجویز دکتر. همینم مونده با این شکم را بیفته تو محل. شوهری یک سال تو زندون، بچهش چهار ماهشه. اگه تو آبرو نداری من دارم. مسعود چرا کله خربازی در میاری؟ این بچه تو شکم این امانته. اما این بیکار مونده تو خونه اینجوری اسیر کرده منو. بیا برو بابا، برو بینم.
مسعود. مسعود. این زن و شوهره از من خواستن تا وقتی که بچهشون به دنیا میاد برم اونجا پیششون. رو چه حساب؟ چی رو چه حساب؟ رو چه حساب اینو خواستن ازت؟ چیه بهشون گفتی من اینجا میزنم تو سرت؟ نه به قرآن بروار خواهد فلکت میکنم؟ شکنجت میدم؟ چی به اینا گفتی که اینقدر حیوان میبینن منو؟ اصلا میدونه من راضی نبودم؟ میدونم من اگه میفهمیدم همچین خفتی قرار سرم میدونم اصلا قبول نمی کردم؟ مسعود اصلا بحث تو نیست. و بحث کیه؟ بحث کیه؟ من چی کاره تو هم؟ من کیم ملی؟ مسعود جان تو همه کس منی، ولی به قرآن به ارواح خاک آقام ترسیدم نتونم جور دیگه بیارمت بیرون. همه کس تو هم که اینجوری گوه زدی تو غرور من. من این وسط چی کار کنم؟ این هم بچه شونه مسعود جان، حق دارن توی قراردادشون هم. تنها کسی که اینجا حق داره منم ملی. من این چند ماه هم اینجا میمونی طولشون هم پس میدازی، به حد و ناسی هم چیزی نمیگی، فهمیدی؟ مسعود گرفی نزن. مسعود بیا اینا رو ببر. اومدی ها. اسو جان سلام. سلام. خسته نباشی. حالا شما فکر کن من تو این شرایط موندم، پام از یه طرف تو جوب از یه طرف تو قمرقا ریخته زمین، آقای کی بیاد به کمکم؟ خانم واسه دار میخنده. سلام علیکم. خوشحال شدم واسه خوبی شما. قربون شما، ببخشید مزاحم شدیم. مشتاق دیدار آقا حامد و نگار خانم زحمت کشتن کلی خرید کردن، مرغ و گوشت و کلان یخچال رو پر کردن. بابا چه قابلی داره دیگه، ما هممون یه خانواده ایم دیگه، فرق نمیکنه. خوبین ان شاء الله؟ با اجازتون ما اومدیم ملیه جون رو ببریم خونمون. اگه شما اجازه بدین. آه ببخشید یه مقدار خسته است. نه بابا اشکال نداره. من میگم ملیه جون میخوای حاضرشی بریم تا دیر نشده؟ باشه چشم، شما بفرمایین چایتون سرد نشه. نمیدونم چای تو بخور یخ نکنم.
جای منم بده. بفرمایید. مرسی. اون دبیه دارم بودیم کوب. مسعود این چه کاریه میکنی؟ این بنده خدا زحمت کشیدن این همه بر ما، زشته به قرآن. دلم نمیخواد بری. مگه امون نصرت باهات حرف نزد؟ بابا من دوست ندارم، دلم رضا نیست پاشی با اینا بری. منو نگاه مسعود جون ملیح، منو نگاه، بذارین یه مدت با آرامش بگذره، برمیگردم همه چی رو درست میکنیم، به زندگیمون سر و سامون میدیم. سختش نکن باشه؟ چه بو خوبی میدی؟ همون عطرس که خودت از امامزاده برام گرفتی. مرسی که درکم میکنی. بفرمایید. اینجا رو میخوام بعداً درست بکنم برای اتاق فسقلی. اینجا خیلی قشنگه خانم. نه حالا مونده تا قشنگ بشه. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. ملیحه جون میتونم یه سوالی بپرسم؟ جانم خانم. چه حسی داری؟ چی؟ این که داری مامان میشی؟ آه، من که فعلا مامان نشدم، ولی خب میدونید خانم همین اندازم که شدم و یه حس خیلی عجیبیه. همش حس میکنم دو نفرم. دوست دارم هر کاری که برای خودم میکنم برای اینم بکنم. امیدوارم شما هم یه روز تجربه کنید. من که دیگه اگه میخواستم تجربه کنم تا حالا تجربه کرده بودم، ولی خیلی خدا رو شکر میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه تو هستی، از اینکه بچه‌م داره توی شکم تو بزرگ میشه. مرسی خانم، شرمنده میکنی عزیزم. اینجا راحت باش، استراحت کن، کاری داشتی صدام کن. چشم، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. سلام مسعود. گوشی تو چه جواب نمیدی؟ من 30 بار زنگ زدم ندیدم، ببخشید. تو اتاق خواب بود. خوشگل مشکل کردی. این چیه؟ کادو دیگه. وای مرسی مسعود، تو تولد منو یادت بود؟ دستت درد نکنه، چه جلی هم زده به کلش. مسعود انقدر این آدم های خوبی هن. بیا بریم بالا، گفتن تو هم بیای بالا. نه بیا دیگه، برام تولد گرفتن، گفتن تو هم بیای بالا. نه من صبح زود بیدار شم، برم سر کار اینا، خستم. دست درد نکنه مسعود. مرسی واقعا. کم کسی نداری اینجا؟ نه خوبه. باشه سفارش دارین.
مسعود با تو هم ها. آخه اون گوشی چی داره کمر سر کلت اونجاست؟ حواست کجاست؟ بریم زود برسونی ها، مشتری ثابت همه، صبرش هم خیلی کمه. زود هم بیا. شروعشو در بوده باتی شدن باش. سفارشتون آورده، پیتزا. چقدر شد؟ اومگا 3 هم خیلی خوبه، شما باید بخوری، هر مکمل بخوری، اومگا 3، ویتامین سی. الو الو مسعود. آه اینو نگاهی خیلی بازه بچه 5 سال هست آقا. 5 سال؟ الو سن ننوشته مسعود، من تو داروخونم. چی؟ الو مسعود، من اصلا نمیفهمم چی میگی. نشنیدم مسعود، نشنیدم. من تو داروخونم با آقا حامدم. مسعود من اصلا نمیفهمم چی میگی. ما از اینجا میریم خرید، بعدش هم میریم خونه. خودم بهت زنگ میزنم. چی شده؟ این چیه؟ این چی درست کردی؟ سلام آقا مسعود. گوشی رو واسه من قطع کردی، داشتم زر می‌زدم. من با تو صحبت کردم. من با شما صحبت کردم. در حرف زدن یعنی چی؟ چی شده مگه؟ گوشی جواب نمیدی؟ نشنیدم. من خودم زنگ زدم ولی آقا مسعود اتفاق چرا انقدر عصبانی؟ بیا بریم بالا بشینیم با هم صحبت کنیم. نمیام آقا، نمیام عصبانی. بیا بالا بشین. چه اتفاقی افتاد؟ خیلی خوب بذار بریم حرف می‌زنیم. خانم من سردرد داشت، از ملی خانم خواهش کردم رفتیم با هم داروخانه برگشتیم. چه اتفاقی افتاده مگه؟ برای چی جواب گوشیتو نمیدی من؟ به خدا صدا چرا جواب منو زنگ زدی؟ آقا جواب گوشیشو نداده نشنیده. ای عزیز من بعد ایشون باید الان پیش ما بمونه. ما با هم قرار نذاشتیم تا وقتی بچه به دنیا بیاد ایشون باید پیش ما بمونه. چی همچین قراری گذاشتی؟ یعنی از این قرار من رو با کسی نداریم؟ یعنی شما ما حرف زدیم با هم عزیز من. بیا برو من جون ملی چی بیا با ما سوال چه میگی کنی؟ آقا چی حرف میزنی؟ چرا دیرم شده؟ اصلا تو بیار ما این تو محله آبرو داریم. من تو نشدم من رو پاش نمیدم. ببین دارم احترامتو نگه میدارم. چه کاری میکنی؟ بس رفت. وای وای کمک کن. بمیرم الهی، درد داره؟ حامد به خدا اصلا من نمیخواستم اینطوری بشه. هیچی نمیخوام بشتم، بده خدا. یا
ولی رفتم این ترواریه کارگره رو کشیدم کنار، یه دوتا من گوشتم تعجیبش، بهش گفتم داداش آب درشو برام بسکنر، با دوتا من بیشتر خوباشو برام سوا کرده، ببین چه آبی داره میندازه. ولی چیکار میکنی؟ نکن بابا نکن، من خودم جمع میکنم، دست نزن ولی جان، ول کن دیگه اونا رو. گی دادا اون چارت لباس بیا نمیخوام. بخور دیگه. نمیخورم. بخور بابا، ولی خودت دوست نکن. بخور پرتقال یک سر دارم و پرتقال میگیرم برات. بخور دیگه. بذار یخچال برات. بیا. اصلا الان میل ندارم. بابا بخور دیگه، لوس میکنی خودت حالا. ول کن اینا رو، من خودم جمع میکنم دیگه، گیر دادی به اینا. چی؟ خودت بخور ببین چی. چیزش نیست که بایی خود ترش قط کن اونو. بوه که قط کن، من سو سرم درد میکنه. میخوای ابی بذارم؟ هیچی نمیخوام بذاری، قطش کن. حسد دار. اما نصرت راست میگه عبدالله ساندویچی انداختت بیرون آره؟ خدا اومدم بیرون. الان وقت خوبی برای بیکار بودنت نیستا، گفته باشم. مگه اینا خرجتو نمیدن؟ خرج منو بچهشون رو میدن، نه خرج تو و خونتو. کدوم بیشرفی گفته من اینا میخوام خرج منو خونه ها بدن؟ ها؟ خب مطلق میه جواب بده دیگه. کی گفته؟ زنگ زدی آقا حامد ازش معذرت خواهی کنی؟ فردا حالا یک اسمس بهش میدم. محسوب میگم سرم درد میکنه، اینجا سیگار روشن نکن دیگه. تصمیه نشدیم اگه راه نهاره برگردم. به مرد ناحسابه اگه راه داشتی راه دارش میکردن. برو به سلامت. پای بندری بزن. بندری نداری. پای کوکتل بزن بانون اضافه. ببین کوکتل میخوای بخوری؟ تو این بلوار کلی ساندویچی هست، میتونی همجا بری سفارش بدی کوکتل بخوری. برو خدا پدرتو بیامرزه، از کار زندگی ما رو انداختی. با تمام مشتری شاکی ها نظر. برو فقط اینجا باید نستو، بدو. آقا نصرت هم آدم به ما معرفی کرد. ملی، ملی پاشو دیگه بابا، مگه نمیخوای بری آزمایشگاه؟ پاشو دیگه. ساعت چنده مسعود؟ 7:40. پاشو دیر شده. آی مسعود 7:30 وقت داشتم. تو یک ساعت دارم صدات میکنم. بجام دیگه. زنگ بزن آژانس بیاد. چیه بابا؟ چرا قیافت اینجوری کردی؟ من که 2 ساعت داشتم بیدارت میکردم. حسود به قرآن دیر شده، اینه تا 1 ساعت دیگه بیشتر نیستن اینقدر زدی چونه چونه کمرم ترکی. دیر نشده بابا، میرسیم، حالا اینقدر استرس نگیر. تو اگه به فکر استرس من بودی ور نمیداشتی منو با موتور با این حالم بیاری بیرون.
خب آژانس اگه میخواست بیاد 2 ساعت طول میکشید. چی؟ میگم آژانس اگه میخواست بیاد 2 ساعت طول میکشید. آقا حامد که پول آژانس برامون ریخته مسعود. خب ریخته باشه، وظیفه‌شو بریزه. آره وظیفه‌شو بریزه، ولی از دیشب پر خاک آقا، از دیشب 10 بار بهت نگفتم یه زنگ بزن عذرخواهی کن از آقا حامد. زدی؟ بابا تو رو قرآن اینقدر اینا رو گنده نکن. مگه چیکار کردم بخوام عذرخواهی کنم؟ فقط زدی آبروی منو بردی. یه نگاه به شکمت بنداز میفهمی کی آبروی کیو برده. خاک بر سر من مسعود، خاک بر سر من که هر کاری میکنم به خاطر توی بیشونه میکنم مسعود و چاله است. ای خدا به جای دست در نکنه چش زمینی هم میکنه. بارا بابا منت چی رو سر من داری میذاری؟ مگه من گفتم برو این کارو بکن؟ اصلا تو گوه خوردی برداشتی سر خود بچه مردم رو کاشتی تو شکمت. منتم نمیزنم بغل. فقط میخوام پیاده شم. چشاشو چرا؟ مری تو رو حد زد کردم. مری باز کن دیگه، نیازی نیست. مری گوه خوردم. برو بیرون آقا، برو بیرون که امو مری زهر مرم. آخه مردی که خر، من به تو چی بگم؟ آدم زن حامله رو سوار ترک موتور میکنه؟ گوه خوردم. جواب این زن شوهر من چی بدم؟ ای نشستی اینجا داری میگی گوه خوردم، غلط کردم. چی شد دکتر؟ حال مریض ما چطوره؟ شما همراه کدوم مریض هستی؟ ولی همین خانم که حامله بود با موتور خورده. خدا شکر حال مادر خوبه. خدا رو اگه همه چی خوب پیش بره تا فردا عصر میتونم مرخص بشم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. ولی متاسفانه برای بچه نتونستیم کاری بکنیم. بچه رو دست دادیم. ببخشید. مسعود چی کار کردی تو؟ چی کار کردی؟ جواب این زن شوهر چی میدی حالا؟ ها؟ من چی بهشون بگم؟ چی کار کردی مسعود؟ چی کار کردی؟ چه بدبختی بود آخه؟ من الان به این بنده خدا چی بگم؟ ها؟ چی بگم؟ چرا حواست جمع نکردی؟ اینا الان بیان اینجا من چی بهشون بگم؟ آگه میدونم؟ آره که میدونم. من تلفن بهشون زدم، گفتم بهشون ماجرا رو. چه گفتی خود؟ نگم؟ قضیه به این مهمی رو نگم بهشون؟ سلام. به خدا شرمنده نتونم. شرمنده چی؟ چی اتفاقی بود؟ چی اتفاقی بود؟ چی اتفاقی بود؟ آقا بگو دیگه، جون به لب شدیم از اونجا تا اینجا. همین تصادف. خب تصادف چی شده؟ کسی مرده؟ ملیه چی شده؟ بچه چی؟ ملیه خوبه ولی بچه. بچه چی؟ بچه از اینجا. حامد. آقا آخر کار خودشو کرد؟ بچه ما کش؟ حسینم بسود! اجازه بده فقط میخوام باش حرف بزنم. مسعود اینجا ببینم. اجازه بده مگه میخواد چیکارش کنه؟ هی نمیخواد. ازک تصادفت ساختگی بود. داره کار خودتو کردی؟ با تو هم بچه همو کشتی لعنتی. این همه خرجت کردم، این همه به دست رو گذاشتم، همین رو میخواستی؟ بلش کن برو اونجا. خجالت نکشید اینجا، دلت نرزنه. بیشترم
شرف لعنتی چرا فرستاد اصلا؟ بلن کن چجوری دلت اومد؟ یک سال برای یک سال زمان کشت نومد ببخشید من غلط کردم من غلط کردم ببخشید درستش میکنم قرآن ملی درستش میکنم نگاه تو وارد کنید شما در جریان اتهامتون هستید که توضیح دارید؟ نمیدونم قلدر چی بگم؟ چی بگم که نشد جواب قبول دارین سهل‌انگاری شما باعثی به وجود اومدن این اتفاق شده؟ سهل‌انگاری که من اصلا نفهمیدم چی شد اتفاق بود اتفاق بود؟ ما پس برای چی پول آژانس دادین؟ که با موتور ببریشین بر اونور؟ ببینید آقای قاضی تمام شواهد داله بر اینه که ایشون آمدن باعث این اتفاق شده ایشون از وقتی با پول بنده از زندان آزاد شد شروع کرد چوب لا چرخ ما گذاشتن با حرفاش با رفتارش من نمیدونم مشکلش چیه خانم من متاسفانه شناخت کافی نسبت به این خانواده نداشت منم به حال از سر انسان دوستی و ترحمی کارو کردم که اشتباه کردم بابا مگه من حیوونم بخوام قصد بزنم بچه رو بکشم چی داری میگی تو از خودت زن من ترک موتور نبود؟ من خودم پشت موتور نشسته بودم؟ ده جواب بده دیگه صدا تو بیار پایین آقا درست جواب بده ببینم بابا به ارواح خاک آقا به ارواح خاک مادرم من اصلا نفهمیدم چی شد من و ملی داشتیم رو موتور با همدیگه جر و بحث میکردیم حرف میزدیم یان یه ماشین اومد زد همینجوری افتادیم من اصلا اتفاق بود نفهمیدم بابا امو نصرت تو رو قرآن یه کاری کن این اون تو نگه داشتن ها به یه کسی بگو به یه دری بزن یه سندی جور کن امو آخه دختر جو من سندم کجا بوده تو این شهر خراب شده یه قبرم به اسم من نیست برو التماس مادرش بکن بیا به پاش زار بزن نزار ببرنش بابا امو نصرت به قرآن محمد رفتم چرا فکر میکنی من هیچ کاری نکردم رضایت نمیدن به قرآن جلوشون رو سیاه هم ببین ملیه ببرنش دیگه بردن چما یه قصه چونم چی داره میگه بابا التماس کن بگو خسارتتونه میدیم بالاخره باید بدیم ما این خسارتو دیگه بابا ساکت چون تو آخو میتونی حرف بزنی بگو چی بگی
قبول نمی کنن عزیز من، قبول نمی کنن عمو. به قرآن رفتم چی کار کنم آخه؟ من تنها چه خاکی بریزم تو سرم؟ والا عمو جون عقل من دیگه به جایی نمیرسه. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. نگار خانم نیستن؟ چرا، هستن. اما خب میشه یه لحظه ببینمشون؟ نه عزیزم، بهتره که تو هم چایتو زودتر بخوری بری، چون اگه حامد بیاد اینجا ببینت یه عصبی میشه. آخه نمیدونی که تو این 4 ماه پسرم با عروسم چقدر سختی کشیدم. چای تو بخور، چای تو بخور سرد میشه. دست شما درد نکنه. نهید خانم من میرم، ولی بهشون بگین یه کوچولو به من فرصت بدن. جور کردن این پول اصلا کار آسونی نیست واسه من. باشه مادر، من بهش میگم. سلام نگار خانم. این برای چی اومده اینجا؟ نگار خانم من تو نگران بچه منی که به این رفته یا پولی که باید پس بدی؟ به خدا اینجوری که فکر میکنید نیست. من حاضرم هر کاری بکنم تا از زیر دین شما بیرون بیام. تو از زیر دین من بیرون بیای؟ با چی؟ با این چندرغاز پولی که پیشته؟ تو اصلا میفهمی من چقدر امید داشتم؟ چجوری میخوای امیدم رو به هم برگردونی؟ میفهمی من چی کشیدم، چه بلایی سرم اومد؟ تمام این مدتی که اینجا داشتی راه میرفتی با خودم فکر میکردم خدایا این چه حسیه که همه زنها میتونن تجربه کنن من نمیتونم. با خودم فکر میکردم چرا من نمیتونم بچه‌مو خودم به دنیا بیارم، ولی یه غریبه میتونه به دنیا بیاره. حاضر بودم همه چیمو بدم ولی جای تو باشم. ولی تو اون شوهر عوضیت نذاشتین، همه ای آرزوها و امیدم رو ازم گرفتین. من حاضرم هر کاری برای شما بکنم، هر کاری. مسعود. مسعود. آه. من رفتم خونهشون بهشون قول دادم. به کی؟ به کی؟ به نگار خانم اینا دیگه. تو بیجا کردی. برداشتی سر خودم اینجور رفتی قول دادی بهشون. گفتم که پولشون رو جور میکنم خسارتارو میکوبم تو صورتشون دیگه. مسعود من با اجازه خودم و به خاطر قلبی که ازشون شکوندیم حاضر شدم دوباره حامل بچه‌شون بشم. من این کارو میکنم، تمام دوران بارداریم میرم خونهشون پیششون میمونم. شاید تمام اون دوران من تو همدیگه رو نبینیم. میگم میشناسیش یا نمیشناسیش؟ این یکی از شرطاش شد. پارکینگ تو نقافل زدن لتو پارک کردم. میشناسیش یا نمیشناسیش؟ ها؟ ببین اون تراولا که گرفتی زبون خوشم بود. این مشتم هم زبون ناخوشه. میگی یا نمیگی؟
سلام. بفرمایید. جواد مایه؟ بله. چیه؟ خب فکر میکنم وقت عمل بشه برای 9 یا 10 ماه دیگه. اون موقع خیلی دیره خانم دکتر، من اصلا اون موقع تهران نیستم. ملیه خانم خودشون یه توراهی دارن، واسه بچه شما جایی نیست. چی؟ یعنی چی خانم دکتر؟ یعنی شما بار داری، بچه خود همسرت. بذار ببینم. خانم دکتر شما مطمئنین؟ بله. تو چی کار کردی؟ یعنی زدی به زندگی من؟ ای واسه ده هاش واش منو نگاه میکنه. ببخش. ماری بخور دیگه بابا، چرا داری ناخونک میزنی؟ بخور. من همین یه ذره به زور بابا بخور، جون بگیری خودت، دوست نکن ولی ما الان دیگه بچه داریم. بخور بابا. اه ولی میدونم دارم چی فکر میکنم، میگم اگه بچه همون پسر باشه دستش که شد میفرستم شوش دایستان مکانیکی یاد بگیره که دیگه 15 سالگی دستش تو جیب خودش باشه. حالا اگر هم دختر شد چه بهتر، تو سن پایین میدمش به بچه بازاره که سرش به تنش بیارزه. چه اینجوری نگاه میکنی؟ خب اما آدم روشن فکری هم اول میذارم برای درس بخونه تحصیل کنه بعد میدمش به بچه بزن. چی بگم ولی؟ خدا بهمون لطف کرده، بچه داده، خوشحالم دیگه، ناراحت باشم؟ آره؟ امروز نگار خانم به هم زنگ زد. خب تو شوهرش پول لازمه. تو یه فکری به حال بدهیتون بکن. چیکار کنیم مسعود؟ تو الان آقا همه چند باری خواسته اقدام کنه ولی نگار خانم جلوشی گرفت. من که پول این بابا رو جور میکنم بهش میدم، ولی به قرآن این نگاره رو حسادتش بهت گفته. اینو بهت حسوده شده، دیده هرچی به این در اون در میزنه بچه نمیشه، بهش زور اومده. من میدونم دیگه. اما اصلا این حساب ما چقدر شد؟ بچه هم بعدش که به دنیا اومد بلند میشه میریم بندر، بعد چند سال هم را میفتیم میریم نیوزلند برای هم میشه. اصلا میدونی چیه؟ اینجوری هیچ وابستگی هم به وجود نمیاد. جدی میگم نگار، یه بارم به حرف من شوهرت گوش کن. تو چرا منو مثل دیو میبینی عزیز من؟ اه ببین، این چیزی که من دارم میگم یه داستان برد برده، هم برای ما هم برای اونا. بعدش هم اونا که میتونن بچه دارشن، 10 تا بچه دیگه میتونن بیارن تا آخر عمرم داشته باشن. نه؟ اصلا نمیدونم چی درسته چی غلطه، نمیدونم اصلا حق داریم این کارو بکنیم نداریم. این حق داری ما اگه تو به من توضیح بدی خیلی خوشحال میشم. تو اصلا نگاه به این مسعود بنداز، میتونه پدر خوبی بر بچه باشه؟ باور کن یکی از دلایل این که من مصر واسدادم که این بچه رو بگیریم همین مسعوده، چون نمیخوام زیر دست پدری مثل مسعود بزرگ شه، فردا بشه یکی مثل مسعود یا بدتر از باباش. ملیه چی؟ این پرونده هنو بازه ها، ملیه مجبور رضایت بده. جان چرا اینجوری نگاه میکنی من آخه عزیز من؟ من میخوام حقمون رو بگیرم نگار. تو نگاه کن، پولمون از بین بردن، وقتمون رو کشتن، این همه اعصابمون رو خرد کردن، هیچ، بچه رو از بین بردن. نگاه من یه چای بیارم دوتا با هم بخوریم. سرد شد عوضش کن. سرد شد. چش ولی زنگ میزنن در ما میکنی؟ مسعود کیه؟ نایت خانم اومده.
نایت خانم بفرمایید، خواهش میکنم. شیرینی بفرمایید، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خیلی خوشحالمون کردین که اومدین نایت خانم. آخه دیدم از شما خبری نشد، گفتم من برم یه سری بزنم حالشونو ببرتم ببینم چیکار میکنه. والا من پریروزا به نگار خانم زنگ زدم، مسعود میدونه. ولی خب جواب تلفنمو نداد. نگار انقدر اعصابش ناراحته جواب تلفن هیچ کسو نمیده. بله خب حق دارین، ولی نایت خانم خودتون که شاهدین من خودم اومدم که جبران کنم، ولی خب اینجوری شد. ببین ملیه جون، تو الان چند سال از نگار کوچیک‌تری، فرصت برای بچه دار شدن داری، اما نگار من انقدر بیمارستان رفت، انقدر دوا دکتر کرد، دلش خوش بود که بچه خودشو ببینه، هرچی دار و ندارم بود که در این را خرج کرد. نایت خانم من به فکر جور کردن پول آقا حامد هستم، مری میدونه. اگه شما به فکر پول جور کردن بودی تا حالا جور کرده بودی، اصلا مسئله پول نیست، اونا از پولشون گذشته. یعنی آقا حامد رضایت میده؟ موضوع پول نیست، مسئله حق و ناسه. شما ناخواسته بچه اون رو به این بردی. خب اتفاق بود دیگه، ما که نمیخواستیم، خودتون بهتر میدونید. اتفاق بود؟ اتفاقی که یه خانواده رو از هم پاشید. شما خودتو بذار جای اون. الان فکر کنیم بچه‌ای که تو شکمته مال حامد و نگاره، وقتی دنیا اومد بده بهشون، اونا هم که اینجا موندنی نیستن، میرن. نایت خانم چی دارید میگید؟ این بچه ماست، بچه من و ملیه، ما که همینطوری نمیتونیم. ملیه تو یه چیزی بگو. خب اونم بچه نگار و حامد بود که شما بین بردینش. ولی من بچه‌م به دنیا بیاد بازم میتونم حامل بچه‌شون بشم، مسعود قول میدم. عزیزم حالا 2 سال طول میکشه تا جک و جون بگیری و بچه‌ت یه ذره بزرگتر بشه، دیر میشه. تو این بچه رو بده به اونا، فکر کن بچه اوناست، اونا هم که میرن. حالا در هر صورت این پیشنهادی که من میدم، اگه میخوای این قائله بخوابه پیشنهاد منو قبول کن، اگر نمیخوای خیلی خوب میسپاریم دست قانون. چه بیداری؟ بگه بخواب و حسه بچه خوب نیم و بیدار باشی. این بچه دیگه واسه من نیست. چی؟ من تصمیمم رو گرفتم، نمیخوام تو دوباره بیافتی زند. تو نمیخواد نگران من باشی، من کلیه ها میفروشم، خسارت اینا رو میدم. بچه رو میدیم بهشون، نمیخوام یه عمر آه و نفرین مردم پر سر زندگیم باشه. ولی چش اینا به این بچه هست؟ این بچه یه چیزیش میشه مسعود، تو دوباره سر سامون میگیری، بچه دار میشی، همه چی درست میشه مسعود. قرآن اگه بفهمی چی داری میگیم، قرآن اگه بفهمی. Thank you.
ببینیش ببین چه بخش داره نگاش کن ماشالله خیلی نازه سیزم نگاش کن اسمشو چی گذاشتی؟ نگاش کن بخش بزنگه مسعود مثل این که میخواد برف بیاد اگه این برف نشست بریم با هستی برف بازی بچه‌م برفو خیلی دوست داره من به شما خیلی زحمت دادم اینا اصلا انباری شما جا نمیشه مبلای من خیلی بزرگه آره بابا یه کارشو میکنم اصلا روزی نیستم شما با این پاتون بیاینا اصلا ما فردا قبل از اینکه بریم فرودگاه حتما میام میبینم اتون آره بابا پس چی خیالتون راحت باشه قربون شما خدافظ میگم ورو جک ما داریم میریم مامانت از این به بعد تو رو به کی میسپاره من نگرانت میشم و مامانم که بود اومدم بچه رو ببینم آها آخه خاله جان میگم مگه مامانا قبل اینکه بچهشون به دنیا بیاد شکمشون بزرگ نمیشه چرا بزرگ میشه پس چرا واسه شما نشد
خب آخه بعضی از مامانا نمیتونن خودشون نیای خوشگل به دنیا بیارن، برای همین از یک کسای دیگه میخوان که واسه شون این کارو بکنه. یعنی بعضی از مامانا نیایشون میدن به مامانای دیگه؟ میگم که توی یخچال نونخامه ای دارم، میخوری؟ آره. الو، سلام نگار جونم، خوب؟ خوب که نه، ولی نگار جان اینجا خیلی خالیه. نه چیزی نشده، نه فقط خیلی دلم برتنگ شده بود. ولش کن اصلا، تو چطوری؟ واقعا؟ کی؟ نگار خیلی دلم مرتنگ شد. خیلی مواظب خودتون باشید. خوبم، نه بابا خوبم، ول کن منو، حواستون به خودتون باشه. اینجا هم هیچی، هیچ خبری نیست. فقط یه دو سه بار دختر ملیحه اومد سراغتو گرفت. نه نمیدونم، فکر کنم رفته یه شعبه دیگه. باشه عزیز دلم، خیلی دوست دارم، مواظب خودتون باشید. خدا سلام خانم. سلام. چند باری رفتم شرکت، گفتن دارید برای همیشه از اینجا میرید. ببینم نیست. قشنگم، دخترم، چند لباسی تو بود، اسمش چیه؟ اسمشو بذارید هستی. خونه خاله Thank you.
بابا میگه تا 5 ساعت دیگه تاخیر داره. نگاه تو داری گریه میکنی؟ ها؟ ببینم چی شده؟ آبت هنوز دوستم داری؟ چه سوالیه؟ چرا الان اینو پرسی؟ ها؟ جوابم بده. نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاده. میخوای بهم بگی چی شده؟ اونقدر دوستم داری منو همین جوری که هستم بخوای؟ نمیدونم چی تو سرت میگذره ولی قطعا میدونی جواب من چیه. نمیدونی؟ حالم خیلی بده. بشین خودم باز به سوی یک غروب